تو و امثال تو را مقتوع میکردن. صدا تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. درود هم میهنم. 12 فروردین 1403 این برنامه تصادفی با سالگرد رسمی شدن جمهوری اسلامی همزمان شده. فردا 13 فروردینه 13 بدر و دو قطبی که جمهوری اسلامی ساخته بین ماه رمضان و شبهای احیا و از اون طرف 13 بدر، وزارت کشور احتمالاً کارش مختل شده به این خاطر که دستورات عجیب و غریب صادر کردن. ابتدا اعلام کردن تفرجگاه ها تا ساعت افطار تعطیله و بعد میتونن مردم برن، بعد دستور رو تغییر دادن و گفتن توطئه دشمن. شهرام درود. درود به شما و بینندگان عزیز گرامی، همیهنان که صدای ما رو جای جای ایران و خارج از ایران میشنون، در خدمتتونیم. بله، دو قطبی که گفتی اتفاقا خیلی جالبه. این تقریبا میشه گفت نشان دادن قدرت ملت به حکومت. اینجا یه صفکشی خودشون باعث شدن یه صفکشی بشه بین مردم و حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی و مشتاقانه من میخوام این نتیجه رو ببینم چجوری تو دهنی میخورن دوباره. شرم، در این ایام تقریبا دست کم 4-5 ویدیو اومد بیرون که این آمران به معروف بسیجی هایی که آتش به اختیار گاهن با تحریک امامان جمعه مزاحم مردم میشن، مزاحم دختران و زنان میشن، تنبیه شدن در اصفهان، همینجور در همدان. ولی به نظر میرسه که نیروی انتظامی، به طور مشخص گشت نیروی انتظامی، دستور برخورد نداشته. این دستور رو میشه ناشی از فشار مردم و فشار به حال فعالینی که خواستن از نیروی انتظامی که کمتر با مردم درگیر باشن دونست، یا فکر میکنی که مسائل دیگری در راه، از درگیری میترسن، از شلوغ شدن میترسن؟ ببین، برداشت من اینه که نیرو انتظامی با توجه به روزهای آتی که پیش رو داره، قیمت سرسام‌آور دلار رو ما خواهیم داشت، افزایش قیمت بنزین رو بخوایم نخواهیم داریم، یا در قالب طرحهایی که مثلا اینقدر سوخت فلانه بسته های مختلف که داریم و اون کوچیک شدن سبتای معیشتی مردم، نیروی انتظامی امروز مدارا رو پیش گرفته که تو این ایام حداقلش اینه که درگیری سختی با مردم نداشته باشه و همین اتفاقاتی که داره میفته و شاهدش هستیم به همین دو قطبی سازی های جمهوری اسلامی باعث نشه که نبرد سخت دیگه مقابل بین مردم و عوامل حکومتی در بگیره و داره مدارا میکنه برای اینکه بتونه آرام آرام کنترل کنه وضعیت انفجاری که قرار اتفاق بیفته یا اون آتش زیر خاکستری که به زودی فوران میکنه. نیروی انتظامی داره این کارو میکنه. اگر اشتباه نکنم این بسیجی ها و آمران معروف در نقش نیابتی ها دارن عرض میکنم خدمت شما. دیگه نیروی انتظامی با توجه به این که مثلا صحبتهایی شده بین خودشون، البته اتفاقاتی که افتاده، درسایی که از 401 گرفتن، خب شما خودت میدونی نظامیان برآورد میکنن، یه راهکاری برای خودشون دارن، یه سرفصلایی دارن، بر طبق اون سرفصلا اقدام میکنن. ولی نیروهای آتش به اختیار که زیر منبری های این ائمه جمعه هستن و حتی خودشون سفره‌ها رو میزنن خراب میکنن، اونا با دستور این ائمه جمعه یه دفعه میزنن بیرون. خود ائمه جمعه الان دارن خلاف سیاستی که از بالا دستور داده شده دارن اقدام میکنن. شما ببین مثلا در همین کنسرت ها هم ببینی یه کنسرتی رو درشو میبندن به خاطر اینکه دوتا نوازنده زن داره در اصفهان، ولی در برج میلاد تهران تک نواز سولو زن یا بانو میره مثلا در سالن شروع میکنه، اون خانم شریفی شروع میکنه به نیمون زدن، نیمون سنتی بوشهری رو زدن روی سن برج میلاد. همون زمان ارکستر آقای قربانی رو، علیرضا قربانی رو، تا
توی اصفهان اجازه نمیدن به خاطر اینکه مثلا 4 تا زن قاطیشون بوده با حجابی که تازه مورد قابل قبول وزارت ارشاده، میخواستن برن روی سن، بهشون اجازه نمیدن. این دو قطبی سازی ها داره کار رو برای جمهوری اسلامی سختتر میکنه. اینجاست که اپوزیسیون باید هوشیاریش داشته باشه، بتونه یه مقابله درستی بکنه، یه برنامه ریزی درستی بکنه. همینجور اپوزیسیون داخل کشورم از همین مسئله بهره ببرن و عرض کردم درس هایی که در 401 گرفته شده و به اضافه این که نیروی انتظامی امروز چه روندی رو پیش رو گرفته، مردم از این استفاده کنند. و من فکر میکنم دیگه سال آخریه که هممون جشن میگیریم، از کشورمون آزاد میشه و جشن میگیریم. برآورده بنده اینجوریه که به زودی هم آغاز میشه. برای نیروهای مسلح ایام تعطیل از جمله نوروز مقداری ویژه است. پادگان ها خلوت‌تره. پرسنل شیفتی احتمالا نیمه اول و دوم تعطیلات به مرخصی میرن، ولی از چند پادگان و پایگاه خبر میرسه که با وجود اینکه تعداد پرسنل و سربازها داخل سربازخانه ها و ستادها و فرماندهی ها و حتی پادگان های مرزی کمتر بوده، یکی آخوند براشون سفارش دادن اونجا موعظه کردن در این ماه. و خیلی هم جالبه که ترجیبند همشون اینجا بوده که بمانید پای نظام. حالا از چه میترسند میدونیم. چرا جمهوری اسلامی در چنین روزی 45 سال پیش به خودش رسمیت داد با اون کارزار انتخاباتی مضحک؟ یک ویدیو از صادق طباطبایی سخنگوی دولت موقت، دست راست بازرگان، ببینیم در مورد جنگنده هایی که قرار بود از امریکا خریداری بشه در زمان شاه فقید. برگردیم راجع به اون یک پرسش دارم. استراتژی هواپیمایی یعنی برنامه ارتشی ما نیست در آینده. اینها رو البته صحبت ها شده مقدماتش. مهمتر مسئله هواپیماهای فوق مدرن است که نام میبرید و جنگنده های F-14 است. این جنگنده ها که به دلیل سیستم فوق العاده پیچیده ای که داره، حتی برای خود امریکا نگهداریش دردسر داره، برای نیروی دفاع امریکا، برای ما که به تبع اولا اصلا به دردمون نمیخوره. با توجه به این که مثلا فرض کنید که 1 ساعت پرواز آزمایشی یا 1 ساعت پرواز عملیاتی این هواپیمای F-14 1,200,000 تومان قیمت داره، این خرج برمیداره. خب این رو میخوایم چیکارش کنیم؟ دقیقا متناسب با تاکتیک و استراتژی هواپیمایی یعنی برنامه ارتشی ما نیست در آینده. اینها رو البته صحبت ها شده، مقدماتش فراهم شده، ولی تصمیم قطعی برای فروش اینها گرفته نشده. و همچنین نحوه فروشش. به همچنین نحوه فروشش بله. تا اونجایی که باز به خاطر دارم، هر کدوم از این هواپیماهای F-14 اگر اشتباه نکنم 60 میلیون تومان یا 60 میلیون دلار ببخشید، 60 میلیون دلار قیمتشه و حدود 75 تا 80 تا دونه باز آمار دقیق نمیدونم در اختیار داریم. یعنی میدین چه سرمایه هنگفت است. و مهمتر از این، الان در حال حاضر نگهداری اینها در فرودگاه ها جاهایی که هستن واقعا بودجه عظیمی رو بر این ملت تحمیل میکنه، هیچ دلیلی نداره، به درد ما هم نمیخوره. خب شرام در همین یکی دو دقیقه دو سه دروغ درشت و برجسته گفت. یکی این که نگهداری اونها حتی برای خود آمریکا هم سخته، و دیگر این که اینها به درد ما نمیخوره، برای ارتش ما، برای استراتژی های ما مناسب نیست. چه فکر میکنی؟ ببینید این آدم بی سوادی نبود. میدونی چی میگم؟ من اولین بار که این ویدیو رو دیدم فکر کردم یه آدم هیجان زده است و یه آدم ایدئولوژی که بی سواده. بعد رفتم زندگی نامش رو خوندم، دیدم دکترا داره، چندین مدرک نمیدونم آنچنانی داره، جایگاه سخنگوی دولت بازرگان رو داشته، مشاور وزیر دفاع بوده حتی و و و و بگم بخوام بشمورم سمت هایی که داشته تو اون برهه بعد از شورش 57، یکی دوتا نیست، خیلی بود. متاسفانه اینا اومده بودن برای اینکه نابود کنن ارتشو منحل بکنن. ماموریتی که داشتن این بود، فقط F-14 ها هم نبود، F-16 ها هم اینا قراردادش رو ملغا کردن. خریدای زیردریایی ما، کشتی های ما که از ایتالیا قرار بود بیاد با تجهیزات و مهماتی که اگر اونها در دستان
تکاوران دریایی بود کلن نابود میکردن این 17 لشکری که حمله کردن. اگر اون تجهیزات بود، اگر اون نیرو هوایی استخونبندی خودشو داشت، قطعا نیروی عراق حتی جرأت نزدیک شدن به مرزهای کشور ما رو نمیکرد. F-14 هایی که این آدم میگه برای کشور ما نگهداریش سخت بود، آمریکا فقط با توجه به اون تمهیداتی که شاهنشاه اندیشید و رفت بخشی از سهام این کارخونه سازنده رو خرید و تونست به عنوان سهامدار کارخونه F-14 رو در اختیار بگیره، دو تا کشور در دنیا داشتن که شاهکار اون زمان خودش بود و شاهکار هواپیمای نسل چهاری اون زمان بود. این دو تا کشوری که داشتن، یکی ایران بود، یکی خود آمریکا و نیروی دریایی آمریکا این هواپیما رو داشتن، به خاطر راداری که داشت، به خاطر اون موشک فونیکسی که روش بسته میشد و توانایی رهگیری و شلیک درگیری های هوایی. F-14 یکی از بی‌نظیرترین خریدهای شاهنشاه بود. متاسفانه اینها هیچ کدوم علم نظامی نداشتن و این نداشتن علم نظامیشون باعث شد خیانتی بکنن به ارتش و ارتشیان و حتی ملت ایران. یعنی تضعیف ارتش باعث شد گروه های تجزیه طلب شروع کنن به حرکت هایی که بخوان مثلا بخشی از کشور رو جدا کنن. بعدش حمله عراق ما داشتیم، اگه یه مقدار جلوتر می رفتیم قطعا بخشی از کشور ما دیگه وجود نداشت. متاسفان این خیانت هایی بود که این آقایون در اون زمان کردن و کم نیست. حالا در خدمت تمام جان، اگه بپرسید در خدمت. یکی از اطلاعاتی که گفتید، خیلی از اونهایی که علاقمند به انقلاب مانده بودن دست کم تا همین 10 سال پیش، تصورشون این بود که دست کم بخشی از درون نظام، مثل بخشی از جریان اصلاحات، جریان ملی مذهبی، میتواند کمک مردم بکند برای اینکه از این مخمصه نجات پیدا بکند. خونها پشت صحنه به عناوین مختلف با حکومت در کش و قوس بودند، اما در شراکت هم قرار داشتند. بسیاری از کارخانجات، بسیاری از صنایع، خطوط هواپیمایی در دست اونها بود. در موقع انتخابات با هم کنار می اومدن، حالا با 4-5 کاندید پایین و بالا یه عده‌ای رو تایید میکردن که در صفحه لیست باشن، پر باشه. و دست کم 30 سال، 35 سال از این مملکت دست اصلاح طلبا بود. خوشبختانه از دیماه 96 به بعد این وضعیت به شدت رو به دگرگونی رفت و امروز میبینیم که حتی اونهایی که از طرف پایتخت ها از جمله وزارت خارجه آمریکا ساپورت میشن، واکنش های محکمی را از طرف مردم میبینن. شب در نیروهای مسلح چطور؟ به این خاطر که ما میبینیم وقتی که اعتراض یا اعتصابی میشه در بین کارگرا، رسانه‌ها به اون میپردازن. قانون معلم‌ها، اخبار مربوط به فشاری رو که معلمان تحمل میکنن یا آموزش و پرورش، اون رو پوشش میده. هر صنفی، هر قشری صدایی داره، تریبونی داره و نمایندگانی که میتونند تریبون یا صدای اونها برای بیشتر شنیده شدن باشن. نیروهای مسلح از این قضیه استثنا، هممونم میدونیم چرا. محدودیت هایی که در داخل ایران دارن یک طرف و تعداد کمشون در بیرون از ایران. اگر بخوای یک برآورد از 4-5 مشکل اولی که امروز نیروهای مسلح به ویژه در بدنه با اون دست به گریبانن برای ما داشته باشی، اونها رو چه میدونی؟ ببین حامد جان، اینی که شما داری میگی، حالا اون بحث قبلی هم تموم نشد راجع به F-14. شما خود خلبانی میدونی که F-14 ها اگر نبودن سرنوشت جنگ اصلا متفاوت بود با اینی که امروز ما داریم میگیم. یعنی همون عملیات مرواریدی که حفاظت از ناوگان دریایی ایران بود و کنترل خلیج فارس و نگهداری جنگ نفتکش ها که راه افتاد، هم نیروی دریایی به اضافه نیروی هوایی کاری کردن کارستون که استخون بندیش بر اساس همین F-14 ها و خلبانان آن زمان بسته شده بود که اسطوره های جنگ ایران و عراق بودن و دلاورانی بودن که
اون موقع درخشیدن. در بهترین حالت اونا خلبان ها اومدن چیکار شدن؟ دستگیر شدن، بهشون انگ جاسوسی زدن، خیلی کارهای دیگه کردن و همینجور که رفتن به جلو برخی پاکسازی شدن، برخی مجبور به استعفا شدن، برخی اخراج شدن و برخی حتی به ناچار کشور رو ترک کردن رفتن خارج. اینا رو داریم. اینی که شما میگید پرسنل ارتش اعتراضی نمی کردن تا سال 96 1396 بنده قبول دارم هیچ صدایی نداشتن، متاسفانه هیچ اعتراضی حتی در رده بازنشستگی نمیتونستن بکنن. ولی در اون زمان که ما اومدیم بحث معیشت رو مطرح کردیم، خود من که رو میدونیم فعال حوزه معیشت نیروهای مسلح بودم، از سال 96 زمزمه های اعتراض شروع شد، حق لباس، حق مأموریت، عقب افتاده ها، یکسان نبودن حقوقشون، حتی مثلا متفاوت بودن حقوق کسی که افسر رادار پدافند بود با مثلا توی پتروشیمی داشت خدمت میکرد، آبدارچی پتروشیمی از اون افسر پدافند بیشتر حقوق میگرفت و میگیره. اینها همینجوری بود تا اینکه بازنشستگان شروع کردن اعتراض کردن، رفتن سراغ جاهای حساس و تجمع کردن، همینجوری ادامه پیدا کرد. بعضا بخشی از پرسنل اومدن تا رسیدیم به اون دستاورد آقا که نمیشه گفت، بچه آخوند موسوی که اومد و اون سی دی ها رو پخش کرد و قولایی داده که من میام فلان میکنم بسیار میکنم. رسیدیم به امروز. دغدغه اصلی نیروهای مسلح اگر بخوایم به اون بپردازیم واقعا وضعیت معیشتشونه. متاسفانه من دیشب با یکی از این بزرگان نیرو هوایی جلسه بودم، ایشون خیلی راحت برگشت به من گفتش که پرسنل اگر مثلا یه جایی بهشون پیشنهاد بیشتر حقوق دادن بشه از این ارگان ها خیلی راحت میتونن برن اونور خدمت کنن، یعنی میرن خدمت میکنن و حقوق. من این حرف رو قبول ندارم، میدونی، چون خدمات ارتشیان رو دیدم، در زلزله دیدم، در سیل دیدم، در زلزله بم دیدم، حتی اون موقعی که حقوقاشون خیلی کم بود، در زلزله کرمانشاه دیدم، در سیل سراسری ایران دیدم، جایی که حتی سپاه جرأت نداشت حضور پیدا کنه مثل سرپلزها و منطقه کردستان، ارتشی ها به راحتی اونجا مثل خانواده های خود اون عزیزان کنارشون بودن و میخوابیدن. این اون محبوبیتی که شاهنشاه آریامه با احداث سپاهی دانش و سپاهی بهداشت در قالب اونیفرم ارتشی سواد رو برد، بهداشت رو برد، امنیت رو برد، آبادانی رو برد به این روستاها، خب مردم اینا رو یادشون نرفته. میدونید چی دارم عرض میکنم؟ این محبوبیت ارتش همونیه که میگیم این حکومت از روز اول ازش ترسیده. این کلیپی که از صادق طباطبایی شما نشون دادید نشانه همون محبوبیت بود برای عقیم سازی ارتش که بتونن موندگاری این حکومت رو داشته باشن. و امروز هم از این میترسن که اگه ارتش یا نیروهای مسلح در کل بخوان پیوندی با اپوزیسیون جمهوری اسلامی داشته باشن قطعا میشه گفت کارشون تموم. دغدغه اصلی امروز معیشته که باید تکلیف معیشت پرسنل معلوم شه، وضعیت حقوقشون کجا قرار میگیره، آیا زندگی نرمال عادی میتونن داشته باشن. اون مصوبه‌ای که هم در قانون اساسی در قوانین ارتش شاهنشاهی وجود داشت و هم در جمهوری اسلامی که 20% باید میبایستی حقوقشون از بقیه یگانها بیشتر باشه به خاطر اینکه انتقالی دارن نمیتونن شغل دوم داشته باشن، حق اینو ندارن که حتی مثلا کارهای دیگه دست بزنن، کارهای اقتصادی دست بزنن، اون 20% در قانون لحاظ شده بود که امروز به فراموشی سپرده شده. ببین اگه من دغدغه ها بخوام بگم خیلی زیاد میشه، مثلا پرسنل رادار باید داروهای خاص بخورن، باید سهمیه شیر داشته باشن، باید سهمیه گوشت خاص داشته باشن، خیلی چیزا باید داشته باشن ولی ندارن. همینجور پرسنل های جای دیگه که با حساسیت های شغلی که دارن کار میکنن، متاسفانه تمام اینا به فراموشی سپرده شده. بعضا دارن چیکار میکنن؟ از ارتشیان یا از کلا نیروهای مسلح
چند درصد نیروهای مسلح تو اون کمربند فرماندهی و بخور بخور دخیل هستن. بقیه بدنه حالا یه کمی سپاهی ها وضعشون بهتر از بقیه است، به خاطر اون کارانه و اون عوایدی که دارن از پولشویی ها بهشون میرسه، برای ساکت کردنشون و خریدنشون ازشون استفاده میکنن. بقیه تقریبا میشه گفت یکسان هم جزء خط زیر خط فقر جامعه قرار دارن. ولی ما الان بیشترین خیانتی که اسمشو اینا میذارن خیانت، بیشترین درز اطلاعاتی که وجود داره از همون سپاه پاسداران داریم. اتفاقا همین عزیزان همین بزرگان میگفتن شما مثلا کسی که اونجا داره این مقدار حقوق میگیره رو چطوری میخوای بخری یا چطوری میشه روش تأثیر گذاشت. من فکتی که میتونم بیارم اینه که شما یه مراجعه کنید به خیانت هایی که زندانی هایی که به عنوان جاسوس در زندان ها قرار دارن، به درز اطلاعاتی که تا به امروز از مناطق حساس و یگانهای حساس شده، شما میبینید که همونایی که پول بیشتر میگرفتن، همونایی که اسمشون رو گذاشتین نیروی ایدئولوژیک و سپاه پاسداران، سپاه تروریستی پاسداران گذاشتین، اونا پایبندیشون به کشور ایران خیلی کمتره. حالا به جمهوری اسلامی کار ندارم، پایبندیشون به کشور ایران کمتره به خاطر اینکه آموزه هاشون مثل آموزه های وطن پرستی نیست که اونی که شاهنشاه یا شاهنشاه آریامل پایه‌ریزی کرد در نیروهای مسلح و در ارتش ایران. اینا رو ما باید مد نظر بگیریم، کنار هم قرار بدیم، بیایم یه آینده و یه چشم‌اندازی برای بچه‌های ارتش، برای بچه‌های نیروهای انتظامی، چون اینا رو که نمیشه همشون رو ما بگیم آقا کلا منفک، دوباره بیاین از نو. میگم ما حلقه‌ای که واقعا روحشون و جسمشون رو فروختن شاید 2% این نیروها هم نباشه. باید برنامه داشته باشیم از همین عزیزان برای کنترل کشور، مرزهای کشور و نظمی که قرار در آینده داشته باشیم استفاده کنیم. البته با بررسی و پایش به این که اینا در سرکوب‌ها شرکت نداشته باشن، چند درصدشون خودشونو به نظام فروختن، تا کجا فروختن، چه کارهایی کردن، و اون دقت درست رو باید داشته باشیم تا بتونیم به یه نتیجه مطلوب برسیم و ایدئال برسیم. فردا هم راجع به معیشت پرسنل صحبت کنیم. ببین پرسنل امروز برای کمترین ها دارن سری دست میشکنن، یعنی کار کردن ستون فقرات این پرسنل چنان تو دستشون گرفتن که فقط راضین برن یه وامی بگیرن بتونن قسطای وامای قبلی رو صاف کنن. این بلا رو سر پرسنل آوردن، یعنی وضعیت معیشتی به شدت اسفناکه. خلبان ما داره مسافرکشی میکنه، میدونیم که خودت جایگاه خلبان در کجاست. ناخدای ما، سرهنگ ما در حال مسافرکشیه. اگر در اون باند نباشه، در اون حلقه مدیریتی نباشه، شغل باکسدار نداشته باشه، با این تری هم که دادن، تر چابکسازی به اسم خودشون، در اصل کوچیکسازی و عقیم کردن ارتش بود، این طرح باعث شد خیلی از نظامیان بلا شغل بشن. همین بلا شغل شدنشون باعث میشه باز دوباره افت حقوقی داشته باشن، کسر حقوق داشته باشن، سردرگمی داشته باشن، نمیتونن برای زندگیشون برنامه‌ریزی کنن، چون نمیدونن اینجا آیا 2 ماه دیگه هستن یا نیستن. طبق ضوابط یه دفعه انتقالی میاد براشون و قانونا باید برن مثلا یه شهر دیگه، یه دفعه میبینی 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر با اونجایی که هستن فاصله داره و هیچ برنامه ریزی خاصی نمیتونن برای مسائل اقتصادی زندگی خودشون بکنن. اینها رو کنار هم بذاریم، دغدغه‌های نیروها به دست میاد. اگه بخوام یه جامعه شناسی نیروهای مسلح داشته باشیم، تقریبا میشه گفت میدونیم دغدغه‌شون چیه و چه کار باید بکنیم این دغدغه‌ها رو برطرف بشه. تازه به نظرم اینها مشکلاتی است که در واقع ریشه های اقتصادی داره. یه سری از مسائل مشکلاتی هستش که مستقیم با فیزیک و جسم و روح این پرسنل مربوطه. اشاره هم کردی در صحبتات، هم نیروی ممکنه بعضی از بیماری ها یا بعضی از امراض و علائم مختص به خودش هم اتفاقا داشته باشه، مثل پدافون که با عمده ترینش میدونه چیه؟ عمده ترینش اینه که بچه‌ها مثلا یه دونه آدم خودفروخته رو میان میذارن فرمانده، اون شخصی که باسواده رو میذارن اصلا میدون بهش نمیدن. الان شما نیرو هوایی رو ببین،
نیرو هوایی در اسفناکترین وضعیت فرماندهی قرار داره، چه پایگاه ها چه خود فرماندهی نیرو. بی سوادترین آدم ها، نالایقترین آدم ها الان در رده فرماندهی قرار گرفتن. پایگاه شکاری ما تماما فرماندهان بی سواد نالایق، از این ورم خود فرمانده نیرو هوایی هم همینجوره. چیه؟ تو باند عقیدتی بودن، تبدیل کردن نیرو هوایی رو به حسینیه. خب همون میشه دیگه، میان یه پاداشی هم میدن برای اینکه دهن پرسنل رو ببندن. برای مثلا نیمه شبا میان نفری 500 هزار تومان پاداش میدن که دهن پرسنل رو ببندن، پرسنل سکوت کنن. همین میشه که الان 40 نفر تاپگان رو تو جلسه قبلم صحبت کردیم، 40 نفر بهترین ها رو انتخاب کردن برای تاپگان، بعد برای سوخ 35 نمیرن. کار به تهدید و دعوا و اینا کشیده که آقا اگه نرید مثلا منتقلتون میکنیم فلان میکنیم. بعد یه موزل دیگه داریم، تیم سارا شدن مثلا خلبانهای رژه برو، در صورت که نباید تیم سارای ما بیان الان جایگاهی داشته باشن که کی پس میخوایم به جوونا میدون بدیم. میدونی چی دارم بهت میگم؟ انقدر این باند بازی زیاده، حتی اون حق و حسابی که مثلا برای رژه مثلا 200 هزار تومان 500 هزار تومان کارت هدیه داره، اونم نمیخوان به دست جوونا برسه. اینا میخوان خودشون بخورن. دقیقاً میگم یه بار ما یه سوالی میکردیم، اگه آخوندی میگفتیم که از شما خطرناکتر هم وجود داره، میگفت آره کسایی که تو لباس شما میخوان ادای ما رو دارن. دقیقاً همینطوره الان توی نیرو هوایی و بقیه یگانا. شما الان حیدری رو ببین، مثلا مهر سرش رو سوراخ کرده، انورش در اومده، خودش میگه من یه زاهدم، ولی برادرش کرماشا رو بار زده برده، پسرش اونجوری، اون یکی صالحی خانوادش کلن توی فساد غرق بودن که پسرش زندان بود به خاطر اختلاس، دخترش 12 شغل داشت، نمیدونم رئیس هیئت مدیره بانک حکمت بود، رئیس هیئت مدیره بیمه کوثر بود و و و و و اون اتفاقایی که مثلا ناخدا آزاده، عباس آزاده توی چیز افتاد، توی نیروی دریایی اون اختلاس سنگین که افتاد و برداشتنش اونجا 2 تقلیلش کردن و از سرتیپی اومد رو درجه سرانگدویی، الان تو سرماجا داره خدمت میکنه. یعنی بردن زیر دست خود سیاری، البته اداره چهارم هم خودت میدونی که تقسیم پول و بودجه و اینا اونجاست، یعنی مختلص رو برداشتن از فرمانده پایگاه یکم دریایی و بردن تو اداره چهارم سرماجا، بهش شغل دادن جایی که بودجه رو داره تقسیم میکنه. این وضعیت ارتش ماست امروز، این وضعیت بخور بخوریه که تو ارتش وجود داره. برام با وجود همه محدودیت های خبری و اطلاعاتی، خب بعضی از مفاسد مثلا اگر در رده های خیلی بالا باشه، مثل عمار صالحی که قضیهش در بانک سرمایه و پرونده شریعت مداری بود، میاد بیرون. در بعضی از مواقع مثل زمین های ساحل دریای خزر درگیری میشه بین مردم و نیروها، اخبار این بینوی میاد بیرون. یا جایی با شهرداری در جدال میرن، باز ایسنا، ایرنا، ایلنا، اینها یه نیم نگاهی به زمین های لویزان یا جای دیگه میندازن. یک جاهایی هم هست در ارتش و سایر نیروها میدانن پرسنل در بالاترین رده ها فساد کلانه، اما واقعا به معنای مطلق کلمه ازش چیزی در رسانه ها درش پیدا نمیکنه، هیچی. در خود نیروها هم کمتر راجع بهش صحبت میشه، از جمله بهداشت و درمان مزاج ها مثلا، یا مثلا وضعیت بیمارستان های ارتش. راجع به اینها چقدر میتونیم صحبت کنیم؟ چون میدونی بخشی از نیروها اینا واقعا لباس یونیفرم تنشون نیست، پرستارن، پزشکن، اما ارتشی محسوب میشن. استخدام ارتشن، جزء کارمندهای ارتش توی اون رده بندی ارتش قرار میگیرن. میدونی که عرض کنم خدمت شما، نکته خوبی رو اشاره کردیم. زمینای ارتش که اینا دست میذارن روش، همونجوری که خودتون بینندگان عزیز مستحضر هستن، یه زمانی این زمین ها رو بهش میگفتن شرف ارزی، یعنی سندی داشت شرف ارزی بودی. خود شاهنشاه افرادی رو میفرستاد انتخاب میکردن، بهترین زمین هایی که توی شهرها موجود بود کارشناسی شده برای ارتش اختصاص میگه. مثلا اون سا ایرانی که در شیراز هست، خب قبلا مال ارتش بوده دیگه.
چند گرد و غبار ترین جای ایران اون نقطه شیرازه. بعد اومدن چیکار کردن؟ تأسیسات الکترونیکی اونجا بنا کردن. خب معلومه سپاهی‌ها دست میذارن روش، یاد همین آخوندها دست میذارن روش. من یادم در پادگان اقدسیه بودیم، یه روز قرائتی اومده بود برای اینکه مثلا نمیدونم یکی این مناسبت ها بود، دعوتش کرده بودن. بعد اولین چیزی که گفت اون دار و درخت اقدسیه، خب میدونی که دانشگاه ارتش قرار بود منتقل بشه، دانشکده افسری به پادگان اقدسیه سر عراج اونجا قرار بود منتقل بشه که نشد و اصلا ساختموناش رو ساخته بودن سال 52 انجام نشد، اینا مونده بود. ولی اولین چیزی که این آدم اومد اونجا نشست، تا نشست میخواست صحبت کنه تو اون مسجد تابستونی، برگشت گفت اینجا چه جای باصفایی، ما اینجا رو چرا ندیده بود. میدونی چی میگم؟ یعنی چشم طمع داشت به اون پادگان ارتش که مثلا بخشی از اون پادگان رو با خودش بکنه ببره. خب یه همچین صحبت هایی هست. رسیدیم به اداره بهداشت درمان. اداره بهداشت درمان از زمانی که قرار شد پول بگیرن از مردم، مردم شخصی رو هم ببینن، درآمد نامشخص و زیادی داره. از این درآمدی که داره به فرمانده کل ارتش میده، به فرمانده نیرو زمینی میده، به فرمانده خودش میده، به سرلشکر واقعی هم میخورونه. همه اینا رو داره. حتی اگه یادت باشه اون بیمارستانی که در یوسف آباد هست، الان دقیقا شمارش یادم نیست، سهشو یادمه، بیمارستانی که در یوسف آباد مرکز معاینه هم اونجا، مرکز معاینه ارتش بکنم، شما هم اونجا رفتی برای صداتون بسته است. الان شده دندان پزشکی، کلا تبدیل شده به دندان پزشکی. آره اون یه محل موقوفه بوده، اینا میخواستن بفروشن حتی اونو، انتهای عباس آباد که یوسف آباد هست، اونو میخواستن بفروشن، اون وراس اومدن اعتراض کردن، یعنی حتی میخواستن اونم رد کنن بره. و نه زنانه، بیمارستان زنانه ارتشه، دندان پزشکی بخشیشه، ولی بیمارستان سفشیش رو شما میگی، نه اون چیزه، بیمارستان زنانه اونجا. اونجا الان هاجر نمیدونم چی شده، اسمش هاجر سه یه همچه چیزی، دقیقا یادم نیست الان اون نامای بیمارستانه. ولی بیمارستان زنان ارتشو میخواستن ملکشو با جاشو بفروشن تو اون منطقه. شما حساب کن ببین چه پولیه. بعد میخواستن بالا بکشن اینو، یا بیان مثل سفشیش پاسداران توش خونه سازی کنن یا پاساج سازی کنن، بعدم شهرداری بیاد دست بذاره روش، بگه آقا اینو باید بدید به ما، پول پرسنل رو برگردونم بره. خانواده ای که وراث اون شخصی که اینو وقف کرده بود به ارتش داده بود، یعنی به شاهنشاه برای مصرف ارتش، اومدن گفتن این موقوف است، شما نمیتونید تغییر کاربری بدید. این مانع شد که اون بیمارستان ارتش از بین نرفت، وگرنه رفته بود. میدونید چی دارم میگم؟ البته تازه اینها زمین هایی است که در واقع میراثداران یا در واقع سند اون دست کسانی هستش که میتونن اثبات بکنن. اونطوری که پیداست تقریبا در 10 سال گذشته خیلی از اراضی اطراف پادگان ها همینجوری هاپولی شده و نشستن با استاندار. شما تو سراش اهریار این اتفاق افتاده، خیلی از زمین ها هاپولی شده. در همین اقدسیه، اون بخش باغ اقدسیه مال یکی از این نواده های قاجار بود که بخشیده بود به شاهنشاه برای یه پادگان نظامی، اطرافشی که خود شاهنشاه داده بود و بالا کشیدن، شرف ارزی داشت. زمین عباس آباد که الان مصلا شده، اونجا پادگان لوجستیک ارتش بود دیگه، اگه خاطرت باشه اونجا هم بالا کشیدن کلن به اسم مصلا، آقایون زدن تو گوشش. همین زمین خاری هایی که کردن دیگه، یعنی کلن یگانه از اون بخش های از ارتش گرفته. خیلی جاهای دیگه هم بود که حتی درگیری اتفاق افتاد بین سپاه و ارتش سر زمین هایی که داشتن، مثل لشکر خرم آباد که روبروش یه لشکر سپاه زدن، یا آمادگاه بابا عباس، میخواستن آمادگاه بابا عباس رو تو لرستان از ارتش بگیرن که درگیری های اتفاق افتاد و ارتشی ها زیر بار نرفتن. حتی تانک و خیلی های شاید یادشون نیاد، تانک ها صفکشی کردن رو برو هم، یک فرماندهی مثلا با غیرت پیدا شد و ایستاد و جلوی این زمین خاری سپاهی ها رو گرفت.
اینجوری بود که می اومدن به قول خودشون آقا محسنشون یه چیزی گفته بود همونو کپی میگرفتن و همین داشتن کاغذ میکردن نخ میکردن دور یه زمینی میپیچیدن بعد میگفتن این مال ماست، مثل شهید محلاتی رو اینجوری تصاحب کردن دیگه. اونم زمینایی بود که قرار بود به ستاد نیرو زمینی اضافه بشه ولی خب تصاحب کردن تو اون شلوغ پلوغی بالا کشیدن و ساختن رفت. یعنی اینجوری خیلی راحت این ملاخوری ها رو کردن. ولی فسادی که الان شما رو ازش نام بردی در اداره بهداشت درمان نزاج ها و اداره بهداشت نیروها، چهار نیرو، البته پدافند که نداره و از همون نیرو هوایی استفاده میکنه ولی سه نیرو مثل نیروی دریایی و نیروی زمینی و نیروی هوایی که بزرگترینش نیرو زمینیه با توجه به پراکندگی که داره، البته نیرو هوایی دسپول رو داره و جاهایی که بندر عباس رو داره یه چند جا دیگر هم داره که اینجوری. اون درآمدی که داره در میاد الان یه پول نامشخص هنگفتی، یعنی اون زمانی که آقای موسوی بچه آخوند اومد گفت من 8 میلیون حقوق میگیرم، خود من منتقدش بودم در کانال تلگرامی صدا ارتش براش نوشتم که شما بیا بگو چقدر کارانه داری از اداره بهداشت درمان میگیری، 3 برابر حقوقش در ماه همون زمان داشت از اداره بهداشت درمان ایشون کارانه میگرفت. بعد می اومد میگه من حقوقم 8 میلیون، راست میگه فیش حقوقش 8 میلیون بود ولی کارانه ای که از اداره بهداشت درمان میگرفت 16 میلیون تا 20 میلیون در ماه بود. خب این اصلا نیازی با اون زمانی که عرض میکنم سال 1396 20 میلیون 30 میلیون خیلی پول بود، حقوقای نجومی محسوب میشد. خب ایشون دیگه نیازی نداشت به اینکه مثلا بیاد بره اون حقوقش حتی دست بزنه یا برداره، میدونی چی دارم بهت میگم، فقط همون کارانه که از عملها و از کارهایی که در اداره بهداشت درمان میشد ایشون رو میساخت. این اتفاقا افتاده ولی پرسنل بیخبره، پرسنل مثلا فلان پرسنل که اداری فلان لشکر توی بیابون داره خدمت میکنه تا در جبهه فلان بخواد بیاد بیرون از لشکر باید حداقل 4 کیلومتر پیاده روی بکنه بیاد بیرون، کجا خبر داره که یه همچین ثروتی داره توی اداره بهداشت درمان حیف و مل میشه و بالا کش میشه به نفع خودشون و هیچی به اون بند خدا نمیرسه و با حداقل حقوقی استوار اداری. الان دیگه الان که وضعیت حقوقا مثلا میگن مطلوب شده 8.5 میلیون تومان حقوق، کجا میخواد زندگی کنه؟ تو همون شهرستان هم نمیتونه حتی یه خونه اجاره کنه، قوت روزانش رو تامین کنه، گوشت کیلو 900 هزار تومن، کیلو 1 میلیون تومن، بنده خدا همون فکر نمی کنم بتونه هر 4 ماه یه بلوغ 1 کیلو گوشت بخوره حداقلش. این وضعیت پرسنل. از اگر اشتباه نکنم اینها مربوط به رقم ها و عدد ها و پرونده هایی که در واقع میشه اونها رو به یک نوعی در واقع حس کرد. اینا بزرگاشه، شما میدونی که میان اینا رده پنجی های هر پادگان رو مثلا زایات رو میفروشن، نمیدونم فلان رو میفروشن، ایلو میفروشن، هر کدوم از اینا رو که میفروشن باز فرمانده یه کل از اینا باز یه سودی میبره. یعنی هر جایی الان مثلا آماد و پشتیبانی کارخونه یخ داره، کارخونه قندسازی داره، کارخونه فلان داره، یا اون پاساژ الماس کنار ستاد نیرو درآمد اجاره ها رو داره، یه مقدار کمیش به کنت نیرو داده میشه به خاطر اضافه کار و فلان اینا که تقسیم میشه تو خودشون، بقیهش بخور بخور فرماندهانه، بقیهش حیف و میل میشه تو دست و بال این فرمانده. احتمالاً شهرام این در واقع دست و پای هزار دست و پای اینها بیشتر هم شده. به عنوان مثال طرحهایی رو دارن برای ایجاد پردیس ساختن در تهران و شهرستان ها، پاساژ های بزرگی است اینها، کرایه میدن، رقم ها مفته، زمین مفته، مثل قضیه چیتگر دیگه، میدون تیر رو اومدن اینا زدن خراب کردن و خونه ساختن، درسته؟ منفعت اصلی رو کی برد؟ بتاجا برد. بتاجا به کجا وصل بود؟ خب بتاجا از اون درآمدی که داشت میامد به فرمانده کل ارتش رو دوباره به باقری و به فرماندهان دیگه باجش رو میداد بتاجا. از این برم خود فرمانده چه رئیس بتاجا بخور بخورش رو حیف ملش میگه. یعنی زمین خاری کردن اونجا رو ساختن،
به سپاه سهمیه سپاه رو دادن، سهمیه شهرداری رو دادن، 1000 بامبول دیگه در آوردن. ولی موقعی که به خود پرسنل ارتش رسید، مالک اصلی اون زمین ها رسید، اگه خاطرت باشه اومدن گفتن آقا بیاین بخرید، متری بخرید، 10 متر 30 متر بخرید، چون آورده به قول آقای موسوی ارتشیان قدرت آورده نداشتن. این کلایی بود که این بیشرف و سرشون گذاشتن و اینها رو یه جوری آچمز کردن نتونن از پس زندگی نرمال یک انسان برمیان. با توجه به خدماتی که میکنن، شما ببین هر اتفاقی تو ارتش بیفته، هر اتفاقی تو کشور بیفته که به مردم رفت داشته باشه، سوای اعتراضات، سوای قیام ملی، ارتشی ها رو میفرستن جلو پیش قدم. زلزله میاد، ارتش پای کاره. نمیدونم سیل میاد، ارتش میاد پای کار. معمولا یگان مهندسی بروجه 48 ساعته معمولا رو جمع کرد 2 سال پیش 3 سال پیش اون سیل سرسری که اومده بود، پل محرک زد، پل متحرک زد، پل پایدار زد، یگان مهندسی بروجه خوزستان رو جمع کرد کلن، با لورستان و خوزستان رو جمع کرد، به تنهایی جمع کرد، در صورت که سپاه تو گل گیر کرده بود. دیدیم دیگه، جعفری با موبایل خاموش توی یه قایق موتوری نشسته بود، میگفت من اینجا نمیرم، هیچ جا نمیرم تا شما مثلا این سدی که ایجاد شده توی گنبد رو بردارید، به خاطر اون راهن غیر اصولی که زده بودن و آب بره سمت دریا تخلیه بشه. اونم نتونستن بردارن، تیپ 65 رفت مواد منفجره گذاشت و منفجرش کرد رفت. ببین اینجایی که ما میایم برمیگردیم میگیم جمهوری اسلامی اگر جرأت داریم پرسنل ارتش رو با ساز و برگ بیار توی میدون زمان اعتراضات، اون موقع میبینیم اون ارتشی مقابل مردم اسلحه میکشه یا مقابل تویی که بر مردمی و جرأت نمیکنه جمهوری اسلامی، اینجاست که ما از این فکت ها استفاده میکنیم و چون دردمندن خود پرسنل ارتش دارن زجر میکشن، امیدی داریم که روزی بشه پشت مردم بایستن و حرکاتی انجام بشه و بتونیم این رژیم اشغالگر رو بندازیم. این رژیم همینی بخش عمده از این برنامه رو به طور اختصاصی راجع به مشکلاتی که ارتشی ها و سایر پرسنل میانی نیروهای مسلح با اون سر و کار دارن ثبت کردیم. لیست بالا بلندی از اون نکاتی رو که تو گفتی رو یادداشت کردم، تازه بعضی از اونها از قلم افتاده یا ما فراموش کردیم یا فرصت نشده گفتیم. با این حجم نارضایتی از اون طرف میبینیم اقلیتی 10% در بالاترین رده ها یا آنهایی که کبوتران حرم و چاکر مآبان درگاهن میخورن. بخش عمده از بودجه های مملکت رو سپاه پاسداران خرج حزب الله و فرماندهان و صرف جهاد اسلامی. همین الان تروریستا رو راه دادن داخل. همین الان تروریستا رو که راه دادن داخل، فکر میکنی اینا مفتی میان؟ بله، دست پر اینا بعد دست پر برگردن. حالا پرسش هم اینجاست، به اعتقاد تو اینها رو که خب نیروهای مسلح بهتر از همه میدانن، حتی من و تو هست که کیلومترها فاصله داریم با ایران، اون زمانی که میشود از ارتشی ها توقع داشت که کنار مردم باشن، اون زمان کیه؟ ببین من یک بار دیگه هم توی جلسه دیگه فکر کنم، نمیدونم اینجا با شما بود یا جای دیگه بود، عرض کردم ارتش با جناب ناخدا فارسی بود یا جناب کیان، عرض کردم ببین ارتشی کلا نیروهای مسلحی که قراره برای این نظام چیز کنم بتابن، نمیدونم چی جوری بگم، پشت مردم بایستن، یک بار میتونن این کار رو انجام بدن. نیروی نظامی مثل مردم نیست، صبح بیاد اعتراض کنه، بعد از ظهر اعتراض کنه، بعد بره تو خونش بره. اگه قرار باشه بیاد بیرون، باید بیاد بیرون کار تموم بشه، یعنی به اون مرحله انقلاب مردم رسیده باشه که دیگه برگشتی برای تو خونه هاشون نداشته باشه. این نشان فتحی که میبینی به این بچه آخوند دادن آقای موسوی هفته گذشته، این نشان فتح برای چی بوده فکر میکنی؟ کار شق القمری کرده یا 4 تا یاک آورده داخل نیرو هوایی که هنوزم معلوم نیست آیا سوخه ها رو میدن یا نمیدن، کاموف رو میدن یا نمیدن؟ فکر میکنی برای چی نشان فتح رو بهش دادن؟ نشان فتح رو بهش دادن به خاطر اینکه پرسنل ارتش رو تونست تو پادگان ها مهار کنه و کنترل کنه. بی خود که بهش نشان فتح ندادن که. عرضم حضور شما اینه که اگر قرار باشه روزی ارتش، نیروی انتظامی، بخشی از نیروی انتظامی که با مردمه قراره پشت مردم بایستن،
باید 70% راه انقلاب رفته باشه، اپوزیسیون یه برنامه مشخصی برای فردای براندازی داشته باشه، یعنی اون ساعت صفری که رژیم فرو ریخت برنامه داشته باشه بتونه هژمونی یا هرج و مرج رو کنترل بکنه، اون زمانه که میشه حساب کرد که ارتش یا هر نیروی مسلحی پشت مردمش بیسته. و اگر نیسته، ما یه چیزی داریم مثل کوبا، یه چیزی داریم مثل ونزوئلا، یه چیزی داریم مثل سریلانکا، یعنی مردم میان کارو انجام میدن فلان میکنن، ولی همون نیروی مسلح برمیداره رئیس جمهور قبلی رو میاره سر کار یا اون حکومت قبلی رو نگه میداره. زمانی اون نیروی مسلح به مردم میپیونده که اپوزیسیون برنامه داشته باشه. ما نمونهشو میتونیم بلاروس رو نام ببریم. بلاروس یادته که اعتراضات شروع شد، اپوزیسیون بلاروس برای نیروهای مسلحش برنامه نداشت، مردم رفتن نیروهای مسلح رو بغل کردن، بوسیدن نیروهای مسلح، گریه کردن پا به پای مردم، به مردم شلیک نکردن، سرکوب نکردن، پشت مردم ایستادن. ولی چون اپوزیسیون بلاروس برنامه ای نداشت، حکومت بلاروس، دیکتاتوری بلاروس سقوط نکرد و پوتین تونست بلاروس رو نگه. ببین اینا هست، نارضایتی شرم، نارضایتی ارتش غیر قابل انکاره، نارضایتی کل نیروهای مسلح غیر قابل انکار. یک مسئله اساسی که اینجاست، انقدر این نارضایتی ها گاهن زیاد میشه تا جلساتی برگزار میشه در رده های بالا، گاهن اخبار این جلسات به بیرون درز میکنه یا بعضی از رسانه ها پوشش میدن. یکی از این اخباری که در دو سه سال گذشته به بیرون درز کرد، خودت هم خیلی دنبالش بودی، طرح مقابله با براندازی در داخل ارتش از جمله خونه های سازمانی اینها به نام مصباح 1 و 2 بود. یک توضیح هم آخر برنامه راجع به اون بده. ببین ترم اسپای 1 و 2، خودت میدونی این از توامه با یه تر امام حسن هم بود، تر 21 ماده امام حسن بود که تر معیشتی بود. مصباح یه چیزی بود که بصیرت خانواده ها رو میخواستن ببرن بالا، یعنی بینش سیاسی نیروهای مسلح رو ببرن بالا اونجوری که خودشون میخوان، شستشون مغزی در است. ولی شکست خورد با توجه به نسل جدید و آگاهی هایی که وجود داره، بسترسازی اینترنت، بسترسازی مقاره، صحبت هایی که شده بود، فعالیتی که بچه هایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن، این تر شکست خورد. ما دو تا عزیزی که حالا بعدها اضافه میشن از بچه هایی که تنگ و تنگ کنار ما هستن، فریبرز کرمی زن، آقای تمیزکار، خودت میدونی اینا خیلی زحمت کشیدن بخشی از نیروی انتظامی رو همراه کنن با خودشون و واقعا هم کردن و واقعا هم نفوذ داشتن و واقعا هم تلاششون رو تو این زمینه کردن. این آگاهی رسانی ها اون درجه، این که اصلا خودباوری که به نظامیان داده شد میتونن اعتراض کنن، میتونن حقشون رو مطالبه کنن، میتونن مطالبه گری کنن، تمام این طرح رو تا جایی که میشد به شکست برده. خودتو میدونی، منم میدونم، شاید در پوست ظاهر یه عده الان بیان بگن آقا قربونتون بریم، حتی تو اون صف نمازم قرار بگیرن، ولی پاش برسه خرخره اون آخوندی که اونجا امام جمعه رو میجوان، خودت هم میدونی پیش نماز وای میسه، آخوندی که اونجا پیش نماز وای میسه توی پادگان های ارتش امنیت نداره اگه فردای روزی که عوض بشه. میدونی چرا؟ چون امضای فلان درجه ارتشی زیر دست اون آخوند بی سوادیه که هیچ کاری نداره جز مفخوری در ارتش. البته کاهنان معبدی که آنخماها و اینا هستن که اونجا، من بهشون میگم کاهنان معبد، اونجا فقط مفخوری میکنن، فقط حق مردم رو میخورن و هیچ خاصیتی برای ارتش ندارن جز بار اضافه. در رده یک فرمانده ارتش هم درجه سرتیپی و درجه سرنگی کمتر هم که نیستن، دارن پول مدیریتی میگیرن ولی هیچ خاصیتی ندارن جز اینکه 4 تا کلاس قرآنی که از روز اولی که شما به ارتش وارد بشی، سه شنبه ها نهار صبح کلاس قرآن رو خونی میکنی تا آخرش، اونم کلاس خنده است، 9 صبح تا 10 صبح فقط رو خونی، همه میخندن، همه مسخره میکنن. خب ماها دیگه میدونیم چیه دیگه، شاید مردم بیرون ندونن داخل چه خبره، خیلی عقیدتی و بازرسی و اینا رو برای خودشون گنده کنن، ولی ما که میدونیم داخل چه خبره، ما که میدونیم پرسنل یگان، بدنه یگان به خون عقیدتی ها تشنن،
به خونه بازرسی چی ها تشنن، چون آدم فروشن، به خونه حفاظتی ها بعضا تشنن. البته باید دید در آینده چه اتفاقی میفته و من امیدوارم اپوزیسیون برای ثانیه براندازی برنامه داشته باشه. البته تمام نیروهای مسلح هم کادری ها و پرسنل استخدامی نیستن، یه بخشی از اینها جوانانی هستن که به عنوان سرباز وظیفه در ارتش 2 سال یا 18 ماه خدمت میکنن، اونها هم عوض شدن، اونها هم جوانان 10 سال پیش و 20 سال پیش نیستن. اتفاقا من یه برنامه نگاه میکردم از محمد ژوله، یه خانومی شرکت کرده بود 20 سالش بود، گفت من 20 ساله هستم. ببین ژوله خب یه آدمی یه دونه به نل میزنه یه دونه به دیوار. ژوله تو اون برنامه یه دفعه به اون خانم گفت نسل شما وجودی داشت که هیچ کدوم ماها نداشت، نسل جدید متفاوته. یکی از کسانی که در اکباتان امروز بازداشت شده سرباز نیرو هوایی بوده در پرونده اکباتان، همون سربازهایی که شما نام میبرید، تصاویری هست از سربازهایی که از یگان از پادگان مرخص میشدن اومدن کنار مردم ایستادن با همون لباس سربازی. حتی اینی که میگم یکی از کسا بازداشتی ها هست، چون دیگه مشخصه، بقیه رو خودت بدونی، ما نمیتونیم مثلا بگیم کدوم مرد کجا و چه جوری بودیم، اینها هستن. فکر نکنید که مثلا سربازا کیه، همون نسل زدیه که دیروز توی خیابون بوده. فکر کنم برنامه ما هم وقت ما هم تموم شد. ممنون از اطلاعاتی که به ما دادی شهرام سبزواری عزیز از پرسنل سال ارتش. یک تشکری هم بکنیم از پشتیبانان این برنامه، از مهندس شجره و خانم نقوی گرامی آقای شهرتی عزیز که حتی در تعطیلات هم کمک ما میکنن، تا اونهایی که حتی نمیخوان اسمشون مطرح بشه. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. این برنامه قربانت، منم به نوبه خودم از این عزیزان تشکر میکنم. حالا میونه کلام برنامه ما اختصاصا قشر ارتشی و سپاهی و نیروی انتظامی رو مخاطب خودش قرار میده. ممکنه بعضی از بحثا خیلی در حوصله شما نگنجه، اما مخاطب این برنامه آنها هستن، اونهایی که اگر کنار مردم بایستن تکلیف ما و این رژیم پلید زودتر مشخص میشه. تا برنامه دیگر، بدرود. قربان شما، بدرود. تو امثال تو را مقتول میکردن صدا، تو تصویر مرا به خاطر بسوار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زندگی